哇 با نام و یاد از مطالبه با عرض سلام به این برنامه نگرش با من احمد شایب صدیقی خوش آمدین وزارت خارجه پاکستان از آغاز دور سوم نشست چهارجانبه صلح در اسلام آباد خبر می دهد. مقامات پاکستانی می گوید اگر توافق صورت بگیرد در این نشست نماینده طالبان نیز حضور خواهد یافت در همین حال شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید امیدواری وجود دارد تا این نشست به نتیجه دست یابد برای بحث بیشتر در این مورد مهمانان من در استادیو آقای سخی مونیر آگاه امور سیاسی آقای موسا فریور استاد دانشگاه و تا لحظات دیگر آقای شیوا شرق آگاه امور سیاسی همچنان با ما پیوندند آقایان خیلی خوش آمدین به برنامه بحث با شما میخوایم آغاز بکنم آقای مونیر فکر میکنین که دور سوم نشست چهار جانبه سر در اسلام چقدر متفاوت تر و چقدر پردستاورد میتونه باشه خب به نام خداوند بزرگ با سلام به شما و استاد گرامی فریورس بینندگان عزیز شما اساسا بحث سل در افغانستان هنوز هم به او خط که ما سرش بس میکنیم نرسیده معمولا این مذاکرات شکل دیپلماسی را داره و یک بحث از یک مذاکره روند سیاسی هست که اگر بتانیم ما بعد از گذشته های بسیار پیچیده و مغلق که هر روز فضا در افغانستان پیچیده تر شده می رود هم در عرصه نظامی هم در عرصه دیپلماتیک و هم در عرصه خود فرامهاوری بس بالای منازعه و بالای جدال ها یک چیزی که در افغانستان مفقود الحصر است اساسا ما اولهوش جدال ها را دقیقا مطالعه نکردیم زیادتر تفسیرها و تعبیرها در مسائل جنگ افغانستان که بسیار غامزام هست بر یک روند ارتباطی یا چالشی بین افغانستان و پاکستان میور میگیرد حالا که مذاکرات تار بین افغانستان و پاکستان با یک نوع تضمین امریکا و چین دو بار راه اندازی شده اساسا محصول یا ماحصل اردو نشست دقیقا معلوم نیست یا نخواستن رسانه ایشن یا چیزی در کار نبوده من احساس نمیکنم با انانس که شما دادین که پاکستان گیر تبدیل کرده باشه پاکستان از نظر حکومت ملکی توان قدرت عزیز داشته باشه که داخل یک نوع مذاکرات سازنده شوه ولی یک عرف کاملا به جای خود ثابت است که سل پروری در افغانستان تنایی بسیار کلان دارد سل اگر تعریف کنیم سل در واقع شرایط و ماحول است که بر بنیاد ارزش ها بر بنیاد عدالت اجتماعی بر بنیاد توسعه بر بنیاد امنیت و بر بنیاد اصول ها برقرار است ما هنوز نمیدانیم که نسخه‌ای را که تایی دو دور مذاکرات صورت گرفته بر بنیاد کدام اصول و ارزش ها استوار بوده صحبت شده و چگونه سناریوی مذاکرات صلح تا یک اندازه جان زنده پیدا کرده یعنی مذاکره باب مذاکره شما دیدین که در پالوی مسائل مربوط به مذاکره دیپلماسی یک از معصات بین که جایزه نوبل هم گرفته به نام بکواش در دوهی قطر یک نشست دیگر دارد. دولت سریعا در این مذاکرات گویا شرکت نکرد اما غیر مستقیم شرکت کرد یک کس به نام ملالای شنوار مشاور رئیس جمهور یک کس به نام آقای قیوم احمدزای کاکای رئیس جمهور با تعداد از کسانی که ارتباط دارند با مسائل تحلیل با تعداد از کسانی که گویا در نظام سابق اما قدرت سیاسی خود دارند آقای از او جمله که آقای داوودزای باشد با عباس ستانگزای و ملانیف شرکت کردند طالبان در اون نشست که دولت غیر مستقیم یا شخص رئیس جمهور نظریات غیر مستقیم به کاکای خود سپرده بود و یادداشت‌ها دا را در اونجا قرائت کرد چند شرط گذاشت شرط اولی است که از فرست سیا کشیده شوند شرط دوم است که یک پایگاه سیاسی به نام قطر برشان ایجاد شود شرط سومی که زندانیان آزاد شوند یک بحثی که از نظر نرم افزاری به این نشستا بنگرین معنای از این داره که گویا در دو نشست نوی از شرکت طالبان در نظام مطرح بوده که ناگفته نمانه به گفته آقای استانگزای سرپرست وزارت دفاع که 22 گروه تروریستی امیال با امی حکومت در جنگ است حالا فکر میکنین با این خواست ها و پیشرت های طالبان حکومت افغانستان چگونه پاسخ و واکنش خواهد داشت؟ اساسا حکومت افغانستان اگر هدف از نو تصامو و هدف نو تفاهم باشه باید یک نسخه داشته باشه این نسخه با نو از اجماع ملی یا با کسایی که دستندرکار شناخت جنگ است حال ما این جنگ،, ای جنگ ما را به کدام سمت میبره پایان از این جنگ نتیجه چی است پایان از این مذاکرات منتج نشه با ما مذاکراتی که قبلا بینونسما بر ما رقم زد و جنگ های دیگر را بر ما برمغان آورد یا پایان از این فرموله بازم یک فرمولی خارجی نباشد متناسب با واقعیت های افغانستان نباشد حالا از بکواش چیزی را که ما به خاطر دارم و حرفایی را که اونجا رد و بدل شده بر ها درس کردم من نمیخوام کلش اینجا به بس بگذارم اما ما میخوایم بسیار یک گپ جالب از آقای داووزه که ده او بس گفتن که حکومت قبلی پیشتر با توده یا بخش از قدرتمندا یا سران تنظیما را داشت حکومت فعلی نداره طرف مقابلی که از رئیس جمهور نمایندگی میکرد گفت که عموم شرکت کنه او در پاسخ گفت که حکومت دو سر به این حالت قرار داره حکومت سه سر شه خب وضعیت از بد بتر میشه حالا لازم است که ما باید به با یک نقطه فکر کنیم که با کدام فرمول با کدام حساس با کدام بنیاد اما سل را که ما برای شما تعریف کردیم ما بریم به سوی یک سل اولا ما باید در داخل مجروح هستیم اول در داخل خود سازگار بسازیم عامل بسازیم فایل بسازیم که چقدر نو اتفاقی در داخل یک نسخه سل وجود دارد نه نو تصادفی فکر میکنم نه نو استخباراتی شما یادآوری کردین چرا چنین کارهای صورت نمیگیره بعد بپردازن به به عملکردهایی که مثل مذاکرات اصل هست ما احساس میکنم که در داخل حکومت و دولت کمتر دو سر است دو داره متاسفانه اساسا تفکرها یکی نیست اندیشه ها یکی نیست حتی در بسله آوردن در افغانستان رقابت های نشست و برخاست وجود دارد و این لازم است وزارت خارجه افغانستان به نظر من که خدا کنه تو رو نباشم از او کفایت و درایت و از او سناروی شکا. سازی که قابلیت رفتن به تو یک سال ارادر تو یک گوزای پیچیده دارد که شما امروز خبرای جدید شنیدین که وزیر دفاع امریکا میگه که ما تا سالیان دراز در افغانستان میباشیم آخرین معاسبه به اصطلاح صورت گرفته تا یک معاسبه که قلم روی افغانستان سی فیصد به دست طالبان است از از چهار ولسوالی یک ولسوالی تحت تاثیر طالبان است با اینمی هاینه اینا با اینمی دورنما ما باید یک خریطه دقیقا علمی و اکادمیک و پوزویش شده به طرف سل و مذاکره بریم که بازم در بند یک سل استخباراتی دیگه و یک چال دیگه آیسای تشکر. باز گیر نبید تشکر به شما برمی گردم آقای فریور حالا مقامات پاکستانی گفتن که نماینده طالبان همچنان در این نشست خواهند حضور یافت اگر توافق صورت بگیره فکر بیکنین در صورت حضور نماینده از گروه طالبان چه تفاوت این نشست خواهد داشت و چقدر میتونه نتایج ملموس در پی داشته باشه بسم الله الرحمن الرحیم و بین استین بار سلام به شما و بیننده همکاران کاران شما و شرکای بس خود خشت اول گر نهت میمار کج تا می میرود دیوار کش متاسفانه تاولات چهار سال گذشته افغانستان وقتی که میبینیم سنگ بنای افغانستان در کنفرانس بون و بعدا ماید بون کش گذاشته شد خارجی ها یا متولیان امور پس پرده کنفرانس بون و ماید بون از ما آغاز این سناریو را که امروز ما شاید شستیم و یکی پیدگه در روی سانمیه و ترسیم کردند و میخواستند که با به نحوی از آنها بحران و تداوم جنگ در افغانستان وجود داشته باشد چرا امریکا از بد و حضورش در افغانستان خواهان موجودیت پایگاه خود یا بقای پایگاه خود یا گرفتن پایگاه خود یا مشروعیت به اصطلاح پایگاه خود در افغانستان بود و با لطایف مختلف به اهداف خود دست یافت ما چرا گفتم مایده ما بون اساسش کش بود یا کنفرانس بون به خاطر که اوجا یک کنفرانس جامیل اطراف نخواستند دایر شود و گروه های مسلی که چی خوش ما یا نه و در امور افغانستان زی داخل بودن و به نحوی از انها اثر گذار بودن بر تحولات سیاسی افغانستان عمدن و قصدن از مایده ما کنفرانس بون و بعدن مایده بون حذف شدن حضب و وقت تزمین بر ادامه بوران و تداوم جنگ در افغانستان بود آل به سوال شما یکی دو شب پیش رئیس سابق آیسای جنرال اسد درانی با یکی از رسانه ها داشت و گفت که سیزده سال قبل طالب ها بودند که با دولت افغانستان به یعنی دست جنگ بکشند و وارد چی شون؟ کارزار سیاسی شوند اما آقای کرزی به طالب گفت که این صلاحیت در دست امریکای است این تصمیم در واشنگتن گرفته میشه و این سناریو نشان میده که آمریکا نمیخواستن بران افغانستان به این زودی خاتمه پیدا کنه ما میخواهم بسیار به شکل ساده و آمیانه به خاطری که مخاطبای ما بدانه که فریور چی نفی میکنه و چی را اثبات میکنه صحبت کنم اگر ایالات متحده امریکا اراده می داشت که در افغانستان جنگ و بوران خاتمه پیدا کنه باید از هم آغاز کنفرانس جامع اطراف باید برگزار می شود. هیچ کسی در بیرون از مادلی قدرت باقی نمی ماند هیچ مستمسک که بر امسای های تمای ما باید به یا دستاویز گذاشته نمیشد. که از وجود از بر برای سقوط نظام و بر تضعیف نظامی که خودشان آورده بودن او کار بگیرن یا استفاده کنن بلان وقتی که گروه مسلی مثل طالبا و حزب اسلامی و امسالم گروه یقانی وقتی که از کنفرانس و معایده بن شدن جنگ تضمین شد و گفتار جنرال اسد مصداق بسیار قوی است که امروز تمانت آن آمد افغانستان رسانه افغانستان بلکه دنیا سرش صحبت میکنه یعنی امریکا اراده نداشت که در افغانستان صلح بیاند روک راست باید با مردم خود صحبت کنیم و از چیزی پروا نداشته باشیم چرا ما با... به عنوان یک شهروند با, با, با مسئولیت افغانستان خود در برابر خدا و مردم نیازمند خود مسئول احساس میکنیم و باید برشان حقایق بگوییم و با کلمات بازی نکنیم و سر کلاوار از پیش مردم گم نکنیم بنابراین امروز هم من میبینم که در پشت کنفرانس چهارجانبه که شما قرار است سر سرش بس میکنی قرار است که به تاریخ 16 عبدی دل در اسلام آباد بار دیگه دار شود میبینید که در پشت ماجرا باز هم دست امریکا آیا امریکا واقعا میخواهد که سل افغانستان برگرده من جدا شک دارم مم. اما از طرف دیگه با عنوان یک شهروند با مسئولیت قسمی که پیشتر گفتم من میخوایم به ملت افغانستان خطاب کنم که ملت افغانستان باید خودش دست و پاچه را بر بزنه و خودش وارد صحنه شود کوشش های برای تامین سل اگر پروژه باشد طوری که چند سال گذشته عملا این را به اثبات رساند به نتیجه ملموس و مشهود و منطبق با منافع اولیا اسلام افغانستان منتج نخواد شد <coughs> کوشش هایی که به منوان یک پروسی ملی باشد و برخواسته از ها و نیازهای جامعه افغانستان باشد ما یقین دارم که راه به جای خواد برد و الا ما میریم به طرف بیراهه به طرف کجراه و تجارب تلخ گذشته را تکرار میکنیم سر ای که طالبا در نشست سیوم بایسان نشست چار جانبه اگر شرکت کنن وضعیت تا چه قرار خواد بود مطابق برنامه مطروحه و قرار بود که در این کنفرانس نشست سیوم فیصله کنن نقشه را را برای تامین صلح فرام بسازند و گویا دولت پاکستان تضمین بسپاره که زمینه را به مذاکرات رو در رو با مخالفان مسله دولت افغانستان فرام بسازند حالا وقتی که پاکستان میخواد که در نفس همچو نشست که نقشی را برش چی میشه ترسیم میشه و سر جزیاتش باید چهار کشور خصوصا دو گرانتور دو تضمین کننده مثل پاکستان و چین باید کار کنند پاکستان در حقیقت به وزن از میخواهد میخواد سبوتاش کنه وی کنفرانس های نشسته بنابراین من فکر می کنم که حضور نماینده طالبا با اختلافاتی که دارن و با کشمکش ها و انشاباتی که در نفس طالبا با وجود آمده در این نشست به این صورت حلال مشکلات نخواد بود إلا ای که این بگذارن که نشست مطابق وعدایی که بر جانیان داده شده و بر ملت افغانستان و پاکستان داده شده سرنخشی را توافق کنن بعد نشست بعدی این صلاحه به دولت افغانستان بتن که چی وقت با, با کنام اشخاص یا نمایندگان از جنبش مخالفان مسلح دولت یا طالبا یا هم سالم وارد گفتگوی مستقیم شد تشکر به شما برمیگردم آقای شیوای شرق آقای همون سیاسی همچنان در این بحث ما است آقای شق سلام بر شما و خیلی خوش آمدین حالا در حال حاضر طالبان همچنان گفته که بعد آمه های آقای فریور اگر بپردازم که گفتن که آمریکا تصمیم گرنده اصلی است و گفتگو با حکومت وحدت ملی اصلا سود نداره فکر میکنین که چنین است؟ بسم الله الرحمن الرحیم درود خدمت اردو و استاد گرامی و بینده های محترم شما سلام بر خود شما معذرت میخوام چند دقیقه تاخیر کردم در خشم. رسیدن مشکل ترانسپورتی بود بس استقلالیت گروه های در حال مذاکره و گفتگو پیرامون اعضای افغانستان یک بسی بسیار جدی است همون گونه که طالبان مطرح میکنند که حکومت افغانستان البته از دیدی تفکر طالبانی استقلالیت و اراده واقعی و راستین خود را نداره یک دیدگاه دیگر هم هست که طالبان به عنوان ابزار در اختیار قدرت های منطقه و یکی از کشورهای حامی استقلالیت و آزادی یا اختیاری برای گفتگو و مذاکره را ندارند چنین مسئله یکی از چالش های اساسی فرایند گفتگوی صلح برای افغانستان است سوی دیگر اگر بررسی را محتوایی بکنیم صلح را به عنوان یک تفکر یا به عنوان یک, یک نوستالژی یا یک فرهنگ در نظر بگیریم ما پارادوکسی دوچار یک پارادوکس میشیم دوچار یک تضاد میشیم طالبان دنبال بازسازی یا ایجاد یک امارت اسلامی هستند حکومت افغانستان خوب در قانونی اساسی در تحولات 13 سال پسین بلیاز محتوایی در, در, در راستای دموکراتیزه کردن جامعه افغانستان تعهد داره یعنی کنوانسون ها و توافقنامه های را امضا کرده هرچند که بلیاز دموکراتیزه شدن زیربینا های حکومتداری در افغانستان 13 سال تجربه حکومتداری آقای کرزی تا حکومت وحدت ملی مورد پرسش و انتقاد است ولی از لیاز محتوا دو محتوای متفاوت است طالبان تفکر طالبانی دارند یک نوع جزمندش هستند قرائت تکروانه از معرفت دینی خودشان دارند و نوع نگرش سیاسیشان یک نگرش رادیکالی است ولی در در سوی دیگر نگاه حکومت افغانستان یک نگاه متفاوت است متعهدی بر جامعه جهانی چالش دیگری که پروسه صلح افغانستان داره است که ما به موزل افغانستان و بحران افغانستان به عنوان یک یک چالش منطقه‌ای نگاه نکردیم به گونه مثال در این گفتگوها جای ایران خالی جای روسیه خالیست و جای قدرت های دیگری که در منطقه تاثیر گذار هستند مثل ترکیه خالیست. یعنی ما زمانی می در واقع راهبرد یا اون نقشه راهی را که حکومت افغانستان مدعی است که میتونه این بار او را با نظارت چین و آمریکا تدبین بکنه جای چین قدرت هایی را که رقیب استراتژیک آمریکا هستند و به لحاظ توسعه سیاسی مخالف حضور هیجمونیک و سیطره و برتری و همون نگاه اقتدارانه و رهبری منطقه و دنیا مخالف چین نگاهی آمریکا هستند یک چالش شمرده میشه ولی باید بگم که به لحاظ جامعه شناسی جنگ ما در تمام تلاش هایی که کردیم متاسفانه پروژه ای برخورد کردیم یعنی فکر یعنی ما، از کشورهای که کردین عدم حضورشان بیتانه که یک نقص باشه در مذاکرات صلح با ویژه در این نشست چهار جانبه که امریکا همچنان شامل است اساسا بحرانی که فعلا در اوکراین است بحرانی مم. که فعلا در سوریه هست و روسیه یکی حامی اساسی بشار الاسد هست آنچه در خاور میانه به پیش بینی ها و پیش برجنسکی اتفاق مم. افتیده یک رقابت کلان استراتژیک است یعنی در هر گوشه دنیا اگر بحرانی باشه درست است که جنگ سرد به لحاظ ظاهری تغییر کرده ولی حالا اون بحث دی گلوبالایزیشن یا جهان شدن زدایی به مفهوم است که جهان نباید تک قطبی باشه یعنی ما جهان تک چند قطبی باید داشته باشیم معنای دیگر است که مدیریت کل دنیا را آمریکا همکاران نیست انجام بده چین نگاهی در منطقه و حضور قدرت هایی که فعلا بر حال هستند و قدرت هایی در حال ظهور و قدرت هایی در حال توسعه همشون هر بحرانی که در جهان سوم اتفاق میفته به عنوان بیستری برای رقابت های استراتژی که خود انتخاب میکنن نبودشون بله یکی از چالش هست. اما برمیگردیم به اصل مسئله صورت صلح و طلبی و حکومت وعدت ملی من فکر میکنم همون طوری که از لابلای صحبت هر دو استاد دریافتم اول ما به سیاسی یک حاکمیت مقتدر و با اقتدار یک حاکمیت ملی که اراده سیاسی واحد داشته باشه و منافع ملی افغانستان را تدبین کرده باشه دستگاه دیپلماسی که دکترین سیاستش مشخص و مبرهن باشه و بتونه در واقع در گفتگوها و زمینه های کلان مصر مذاکرات سال جانب منافع ملی افغانستان را بگیره موقعی که چنین زمینه و بستری را نداریم در برابر متخصصین حوزه سیاست بیرونی در برابر قدرت در حال توسعه و ظهور کرده در برابر دکترین سیاست خارجه پاکستان و کشورهای دیگر دقیقاً که ما کوتاه میاییم و دلیلی هم که حکومت افغانستان متاسفانه با نگاه پروژه‌ای خود را به نگاه پروژه‌ای تبدیل نکرده به صلح به عنوان یک نگرش ملی ندیده نداشتن چنین ظرفیت هایی هست د د د در غیر آن اگر این ظرفیت ها می بود حتی اقل در گفتگوها ما دشمن شناسی میکردیم طرف شناسی میکنیم و نکته دیگر میخوام اضافه بکنم ای که سیاست مداران افغانستان در واقع با مردم افغانستان دروغ میگن یعنی اراده راستین خلل ناپذیر با اقتدار و ملی در امر گفتگوهای صلح با طرفی که مشخص است متاسفانه این اراده استوار را ندارن به همین منظور هر بار این پروسه آغاز میشه از اینه های سنگین و کلانی مصرف میشه و متاسفانه نتیجهش یک گام به پیش بودن تکتیک سیاست خارجه و توسیه خانه و همو هجمونی که سیاسی پاکستان است چیزی دیگری نیست تشکر آقای مونیر آیا واقعا فکر میکنین که اراده استوار قوی به خاطر برگزاری و داشتن نتایج قابل ملاحظه از مذاکرات صلح وجود داره یا خیر اساسا در افغانستان جنگ آنقدر پیچیده و مغلق است که اگر یک معبس به نام تامین صلح در افغانستان باز شود این به دست قدرت ها هست شما قدرت ها را چی جهانی تصور کنین چی منطقوی تصور کنین چی فرامنطقوی تصور کنین بازیگران قدرت مبتنی بر رقابت در افغانستان زیاد هستند ما کاش که یک بازیگر درجه یک نه درجه دو نه درجه سه می بودیم ما بازیگر آخری از ماجرا یا دشواری که به نام جنگ در افغانستان فرزن جریان دارد به پیش میریم معمولا در چند سالی که گذشته حرف از آقای اسدالله درانی رئیس سابق قایسا ببینید آقای درانی میگه که ما با طالبان رابطه داشتیم ما با طالبان رابطه داشتیم اما ما طرفدار اراس افغانی نیستیم در حالی که خانه و جایگاه و خازگاه و مکتبگاه ایراس افغانی یک جغرافی به نام پاکستان یعنی هدفشان این بوده که از طالبان حمایت نکردن نه معنای, معنای گپ یک معنای سیاسی داره که یعنی ما با طالبان رابطه داشتیم ام. اما مجموعا طالبان کلش در کنترل ما نبود چونان که ادوار چند چارده سال ایران نشان داده که با به اصطلاح گلمالی سیاسی معمولا سراخار اینا خرد و کلان کرده رفتن و امو بحث تفکر سیاسی یا شناخت دیپلماسی از اوضاع اجتماعی سیاسی و روانشناسی سیاسی را موره هایی که در افغانستان کار میکردن توانش نداشتن قدرتش نداشتن یا ای که قمچین خورده بودن به اساس هم قمچین خوردگی نتانستن ولی یک چیز فراموش نکنین که ما میخوایم باز مکس کنم با جریانی که در بکواش گذشت و چیزایی را که جناب شرق صاحب گفت که یکی از تاریخ معاصر بسیار دقیق روندی در افغانستان است که امیدوار نه دیگه دائمی باشه نه حقیقی باشه و این صفحات واقعی از ای ورق زده شود توسط متفکرین واقعی سیاسی افغانستان او است که طالبان در او نشسته که بودن گفتن که ما یک زنوالعجل بسیار جالب تعیین کرده. ما می خواهیم که امریکا تعیین کنه ببینید تاریخ خروج خود از افغانستان تاریخ خروج نیروهای خود تعیین کنه بعد از اون نشست بسیار جالب است که ام نامزات فرمانده کل امریکا جان نیکسون میگه که ما دراز مدت باید در افغانستان باشیم جان مکنام میگه که دهه بسیار زیاد ما باید در افغانستان باشیم امروز کارترم وزیر دفاع امریکا میگفته که چون اساسا القایده جان قوی تر گرفته قلم روی طالبان زیادتر شده ما باید ده های کلان باشیم پس این معنای از این داره که یک بیلان سرقابتی کلان سیاسی به نام جغرافی افغانستان در اینجا یک بار دیگه بازمایش گذاشته میشه ببینید کسایی که در افغانستان جنگ میکنن افغانا هستن کسی که جنگ تنویل میکنه کسی که اقتصاد جنگی را میپردازه همه خارجی ها هستند یا از منطقه هستند یا از فرامنطقه هستند یا به صورت کل جهانی هستند پس اساسا امی که ما میگیم و کس گوش شنوا نیست که گپ بشنوه که جنگ در افغانستان باید یک تعریف داشته باشه مذاکره یا رفتن و سویج مذاکره دیپلماسی تعریف داشته باشه این هیچ کس نمیگه همیشه <applause> فرزند سخنگویان یا کسایی که در قرار دارن تیر خود میکنن از اون خاطر نمیتونن جنگ تعریف کنن ما یک مثال ساده امروز بر شما میگم رویدادی که در بغلان رخ داد یکی از قماندانای جنگ گفت که 64 نفر طالبان در جنگ کشته شد و تعداد از یا پاکستانی ها هستند ما در جنگ قندز هم دیدیم که گفتن پاکستانی هستن ولی یکی ایج رو نکرد نکردم این پاکستانی آره. یکی امی اسناد نبرد به شورای امنیت ملل متحد یکی جرات نکرد که در داخل اسلام آباد و در داخل میری و سایر نشسته که صورت گرفته از امچو یک خط پیش بره با او خاطر جنگ در افغانستان یک جنگ بسیار پیچیده و مغلق است در دست ناتوان کسانی که گردان دیپلماسی را در افغانستان پیش میبرد ولی ما اگر معامله صورت بگیرد اگر به نوی از آنها در نوع نگرش عقبگردی در قانون اساسی افغانستان با وجود بیاد اگر نوع اطلاف صورت بگیرد به حساب از که طالبان داخل نظام شود ای باز پایان جنگ نیست ای باز یک پایان حکومتداری نیز در افغانستان تشکر. ای حتی مسئله امنیت و دموکراسی و توسعه را مورد سوال قرار میده از او خاطر لازم است که ما با یک نسخی که با یک جنگ چل ساله یا جنگ چنده ها یا جنگ نیابتی مهم. یا جنگ ابزاری یا جنگ صادر شده در افغانستان پاسخ ما باید با یک نسخه که اجماع ملی باشه تفکر باشه نظر استراتژیکی باشه نظری که ما را گذار بته اما این گذار گذار پروژوی نباشه گذار تکتیکی نباشه که امی گذارا را ما طی چند دهه دیگه سپری کردیم چی در زمان آقای دکتر نجیب الله چی بعد از او سپری کردیم و این جهان سر ما تعمیل کرد به نام نسخه های صادراتی سر ما آوردن از این خاطر ما به یک کاملا افغانی و کاملا ملی ضرورت داریم که امیدوار هستیم توسط کسایی که در میز مذاکره میشینن اساسا امیال ما بر شما بگویم بین مصالحه کنندگان و مذاکره کنندگان و کسایی که سلطلبان است امی خط انوز جدا نشده شکر. کی مصالحه میکنه کی حل منازعه میکنه کی نسخه صلح را با کدام شرایط پیش میکنه دوباره برمیگردیم وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم همراهمون بازم خوش آمدین ادامه بحثمان در مورد آغاز دور سوم نشست چهارجانبه صلح در اسلام آباد آقای فریبر اگر یک مکس در مورد نقش چین و امریکا داشته باشین در خصوص مذاکرات صلح و خصوص در حال حاضر بعض گمانزنی های وجود داره و شماری از آگاهان به این باور هستند که پاکستان عمل کرد و نقش صادقانه در این خصوص نخواهد داشت و بیشتر میگن که این گونه فشارها از سوی جامعه جهانی بالای پاکستان تحمیل شده تا پاکستان به چنین تلاش های میپردازه فکر میکنید که چنین است ببینن در کنفرانس چند که دو طرفش دو قدرت بزرگ منطقه جهانی است چین و ایالات متحده آمریکا و سیاسیون ما و ارباب اقتدار تو فکر میکنن که در این کنفرانس گویا یا در این نشست جانب ایالات متحده آمریکا و یا احتمالا چین جانب افغانستان بگیره که بزرگترین اشتباه است تاریخ دیرینه روابط اه اه چین و پاکستان از بعد به موجودیت تردیش که معادل از سال 1947 تا امروز از جذرمدهای بسیار عجیب و غریب گذشته و سیاسیون پاکستان یا نظامی های پاکستان به شکل بسیار هنرمندانه رابطه متناظر را هم با چین و هم با جهان غرب برابری ایالات متحده امریکا داشته با وجودی که مشکلات در رابطه چین و جهان غرب وجود داشت اما چیزی که چین و جهان غرب به هم نزدیک میکرد خطر اتحاد شوروی بود و چین بیشتر گرایش داشت برای نجات از شر هجمونیزم اتحاد شورایی وقت که با جهان غرب خود نزدیک بسازه و از پاکستان هم در این منطقه حساس جیوپلیتیک یا بگیم فوق منطقه العاده مهم استفاده کرد بنابراین ما فکر نمی کنم که حضور چین تضمین باشه برای تحقق قاروزا و آمال و بالاخره نیات دولت مردای افغانستان و احتمالا ملت افغانستان در, نش... در, دو نشست قبلی هم در رسانه گفته شد که اه... علاز... عل یا در مایت اه... رابطه اه... چین و ایالات متحده امریکا جانب پاکستان هم میگرفتن تا جانب افغانستان اجازه بتیم دو سه نقطه دیگر هم با ملت خود شریک بسازم اه... آیا دولت افغانستان امی دولت نیمبند و متزلزل که ما داریم یا حکومت بهتر از برش بگیم ای واقعا میخواه با جانب پاکستان سل کنه و با مخالفان مسئله مشکل اصلی خود ما فکر میکنم در روابط بین دو کشور است بین کشور بنام پاکستان و دولت یا کشور بنام افغانستان است پاکستان نقاط نظرش پیشتر به مصاحبه چی اشاره کردم جنرال اسد درانی رئیس پیشین آیسای و چند وقت پیش مصاحبه جنرال پریز شرف رئیس جمهور سابق پاکستان با بی بی سی نشر شد و کاملا اهداف خدا گفتن که در منطقه و در افغانستان دنبال چی هستند پاکستان آه، مشکل اساسی که داره با دولت افغانستان سر خط دیورند است هرچند یک تعداد میگن که پیش پاکستان قضیه دوسی دیورند یا خط دیورند یک قضیه مختوم است به که ایالات متحده آمریکا و غرب ناتو و همه <coughs> کسایی که در کنار پاکستان هستند همیشه گفتن و با دولت افغانستان گفتن سفیر ایالات متحده آمریکا نماینده ناتو سفیر جامعه اروپا و امسالم آمده به دولت مرد افغانستان چه از زمان آقای کزه تا با آقای غنی و عبدالله گفتن که سرد پذیرفته شدی به این بین پاکستان و افغانستان خط دیورند است یعنی هند به یا گفتن اما متاسفانه هم آم آقای کرزی خود به کوچی حسن چپ میزد و هم آقای غنی و عبدالله مشکل دیگه که دولت پاکستان با دولت افغانستان داره موضوع نفوذ هند است یا فالیت های در افغانستان است کی فعالیت های استخباراتی است پاکستان سریعا در مصاحبه آقای مشرف هم مایر ما خواندیم و در سایر مقامات سیاسی و استخباراتی و دیپلماتیک پاکستان و مرضگاه اینجا و آنجا در رسانه‌های پاکستان و منطقه و جهان که با انکاس میافه میگه که هند با استفاده از افغانستان به عنوان یک بزار میخواه برای تمامیت ترزی پاکستان صدمه برسانه و برای جدای طلب بلوچ و برای جدای طلب های در ایالت سند پاکستان یا کراچی از مجرای افغانستان میخواه مدد رسانی و کمک استخباراتی و مالی کند مس مسئله دیگه که در رابط پاکستان با افغانستان مطرح است عمق استراتژیک یا سیاست اگر یک تعداد میگن که یک گپ چی است یک خرافه بیش در چی در تبلیغات و ولې ولی تا جایی که من احساس میکنم عمق استراتژیک یک معضل فوق العاده حساس بر جانب پاکستان است شما نقشه پاکستان بین پاکستان یک کشور مستطیل شکل است کمر بسیار چی داره باریک داره و آسیب پذیریش از نای عملات احتمالی اندوستان و احتمالا از جانب افغانستان فوق زیاد است پاکستان بنا به همین مشکلی از نظر جغرافیایی سیاسی که داره فکر میکنه که در افغانستان باید حداقل یک نظام امسو با پاکستان وجود داشته باشد اما بعد از تجاوز شوروی و جهاد برق افغانستان تاولاتی که بعد از سقوط رژیم نجیب به وجود آمد آرزوهای پاکستان برای ایجاد یک حکومت امخان یا امنوا به یست مبدل شد بعد از این پروژه طالبا آمد پروژه طالبا بانوان <coughs> یک وسیله مشترک در دستاس هم پاکستان و هم ایالات متحده امریکا و غرب و عربستان و سعودی و سایر کشورها قرار گرفت وقتی که هدافشان برارده شد ایالات متحده امریکا میخواست که در افغانستان به نحوی از انها حضور ملموس و مشود داشته باشد بنان عملی یازده سپتمبر بزرگ ساختن اسامه بن لادن و بزرگ ساختن هیولای بنام سازمان القاعده یک نیاز تبلیغاتی و نیاز هجمونیک و نیاز با حساب سیطره طلبانی ایالات متحده امریکا رسیدن به اداف تیل مدتش از آدرس کشور بنام افغانستان بود و ایالات متحده امریکا با مهارت تمام و قسمه که در قسمت اول اشاره کردم <coughs> با استفاده از کنفرانس و مایده بون آمد در افغانستان بحران مدیریت کرد و بالاخره با فشارهای عدیده که بر آقای کرزه آورد باز میگم علا رقمی که ما مخالف سیاسی سی آقای کرزه است اگر ما را در صفحه تلویزیون بینه خانه پدرش آباد که ننگ تاریخی را قبول نکرد اما آقای غنی و عبدالله چک چک کنان و او را کنان آمدن در فردای مراسم الف تعلیف مایده هم کاریای دفاعی امنیتی را با ایالات متحده امریکا امضا کردن بدون که کوچکترین تضمینی برای اعاده صلح خاتمی جنگ و ساختمان یک دولت مقتدر از جانب ایالات متحده امریکا بگیرند با امضای مایده دیدیم که پیش بینی آقای کرزی و منتقدای امضای مایده یک به یک هو به او چی شد؟ متحقق شد افغانستان رفت به طرف برانی شدن هرچی بیشتر میلیارد ها دلار از افغانستان فرار کرد و با فرار میلیاردها ها دلار جای چندین صد هزار کار از بین رفت فرار جوان های عزیز ما و بالاخره خوراک مایی و نهنگ شدن در دریای در یونان و دریای در ایجا و مدیترانه هم سالم امش پیام ب... ب... چیست باستاب امی عجله اج... 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 است که آقایان غنی و عبدالله در امضای مایده مهم. هم کرا دفاعی و امن... امنیتی با ایالات متحده امریکا بخش دادن مهم. و امروز متاسفانه ما متاسفانه باز تکرار میکنم متاسفانه نه یک پارلمان با مسئولیت داریم مهم. که پارلمان دیگه از نظر قانونی وظیفش پای... خاتمه پیدا کرده و هیچ گونه مشروعیت نداره نه متاسفانه یک جامعه مدنی منبعث از اعمال و آرزای جامعه افغانستان داریم نه دولت مردای ما به افکار ما کوچکترین وقی قائل هستند که بیان بگویند که ما چرا این خبت بزرگ تاریخی را مرتکب شدیم و در ازای امضای این مایدی ننگین ما چی دستاورد بر ملت مظلوم و شریف و نیازمند افغانستان داریم تشکر آقای شرق حالا وزارت خارجه پاکستان بگه که پاکستان عملکرد صادقانه در این نشست دور سوم و مذاکرات صلح چهارجانبه جانبه همچنان می داشته باشه ولی نگرانی های در افغانستان صورت میگیره می گیره, از عدم صادقانه بودن پاکستان در این خصوص ویژه به طور مثال فرماده پلیس قندهار میگه که پاکستان هیچ گونه عملکرد صادقانه نداره و اگر عملکرد صادقانه می داشت دست از حمایت طالبان بوسلا بر می داشت فکر می کنید که این موضوع چنین است نگرش تو نزد موضوع چگونه است بستگی به این داره که حکومت کنندگان ما و چراهای ارشدی که به نمایندگی از ملت افغانستان و حکومت افغانستان در میز مذاکره و گفتگو با طالبان چه رازدایی می کنند پاکستان پیشینه ای کار کرد و رفتارش در تمام زمینه های گفتگو با حکومت افغانستان در زمینه ایسل همکاری های استراتژیک و همکاری های سیاسی میزان صداقت و میزان نگرش خودش را مشخص کرده امه. یعنی بارها ما نتیجه گیری کردیم که صادقانه نبودن موزه گیری ها بلیاز حکومت داری ما ما نباید یک ملت تنبل و سیاست مداران بزدل و ترسو باشیم بگذارین نکته را بگم در دولتداری داری ازدیاد تعامل هست خلق بحران هست عمق استراتژیک ایجاد کردن هست و ایجاد, ایجاد تیوری توتیه هست یعنی سعادت ملت ما نباید از از نگاه سیاستمداران این باشه که در گیروی سیاست سیاستمداران پاکستان است هر کشوری در دنیای کنونی بعد از تعامل بکنه و ایجاد بحران بکنه یا از راستای تروریسم اقتصادی است یا از تعامل است یا همگرایی منطقه است مهم است که منافع کلان ملی اون مملکت از چی طریق بازسازی میشه و به دست میه یعنی میشه مبارها چند بارم را تکرار کردم میزان دشمنی ما با پاکستان به اندازه میزان دشمنی هندستان با پاکستان نیست ولی هندستانی ها تانیستن مدیریت بحران بکنن حداقل حضور داشته باشن و تامین منافع بکنن یعنی نمیشه نمیشه یک یک ملتی بود با همه دست بالا کرد و گفت ما تسلیم همه چیز هستیم ما باید در عرصه روابط بین الملل در ارسای دیپلماسی و سیاستمان فعال باشیم یکی از دلایلی که صداقت و نداشتن پایداری و اراده راستین حکومت پاکستان با مردم ما همگانی نشده داشتن سیاستمداران و چهره های ارشد حکومتی بوده که با تفکر طالبانی ولی با متفاوت از اون لباس که داشتن اراده سیاسی مملکت ای ما رو در اختیار داشتن ما تفاوت میان تفکر آقای کرزی و ملامر نمی بینم سره میگم تفاوت ما بین تفکر دکتر عبدالله و اشرف و ملامر نمی به گونه ای مثال دند غوری را یک آدم میره قباله قباله شرعی میته به طالبان اونجا اونا تجهیز میشن موضع میکنن موضع استراتژیک پیدا میکنن قوت میگیرن نه رئیس اجرایی افغانستان که خود را مقاومتی هم میگیره اعتراض میکنه به این مسئله نه هم رئیس جمهوری افغانستان و نه هم سیاست مدارانی که منتقد وضع هستند اینی در واقع میشه گفت که پاکستان به دلیل است تمام فرصت ها برای تامین منافع استراتژی سیاسی خودش استفاده بکنه که با حکومت ضد طالب طرف نبوده با حکومت حامی طالبان امین انتحاری را که آقای کرزی در وقت از زندان رها کرد پس دوباره دستگیر شد با واسکت و گفتن که امین انتحاری است زندان قندهار سراخ میشه و طالبان میرن هیچ کسی پیگیری نمیکنه آقای اشرف غنی در تمامی کمپاین انتخاباتش نگاه قومی به طالبان داشت نه نگاه یک تکنوکرات دموکراسی طلبی علی دشت افغانی و افراطی گرایی سکوت ننگین و شرماور دکتر عبدالله عبدالله هم در برابر آنچه که در دند غوری میگذره در بدخشان میگذره در مناطق دیگری افغانستان میگذره نمایندگی از نوی نوستالژی و تفکر همسو با طالبان میکنه پاکستانی ها حق دارن هر موضعی را که بگیرن بستگی به این داره که ما چگونه یک ملتی هستیم چه تفکری داریم چی مدیریتی داریم در واقع اقتدار ما و شاخصه های سیاست ورزی ما در تمام زمینه های کلان منطقه میان اسلام و کابل میان کشورهای منطقه باید برخواسته از یک تفکر از یک اقتدار و از یک مدیریت باشه ما گناهگار نمیدانم اون کشورهایی را که مداخله میکن در امور دیگر مملکت اصلی گپی است که در افغانستان ما با بازسازی اقتدار سیاسی بکنیم ما مانع توسعه تروریسم اقتصادی شویم ما مانع بیشتر و فرصتی شویم که طالبان یک ابزار در اختیار سیاست کلان کشورهای منطقه هستند و مانع تامین منافع ما میشن این که اونا صادق قسن یا نیستن بر همگی از هر مینا شمس است همین از آقای سرتاج عزیز بحثی برای اجندای گفتگوی چهارجانبه سومین دور سلح را داره در دند غوری بغلان صدای شلی که بم و آوان یار شهروندان پلخمری خمری میشنوند این به این معناست که سنگر طالبان متفاوت از اون موضع گفتگو طلبی و سلطلبی پاکستانی های هست یک نکتر مسئله گفتگوهای فعلی آشکار کرده و آن اینکه که پاکستان بلیاز سیاسی و دیپلماتیک پذیرفته که عامل ایجاد طالبان هست میزبان جلسات گفتگو برای سل هست یعنی ارباب است بالای طالبان و این یک یک برملا کرده که اگر سیاست مداران ما در واقع گفته ای استاد موضع شاخص و مردمی میگیرند بهترین فرصتی است که پرونده حمایت از تروریزم و ایجاد بحران در افغانستان را اختتام ببخشن به نام پاکستان و مستقیما روی مسائل کلان تاریخی و سیاسی با پاکستان وارد گفتگو شوند تا گره کار گشاده شود در غیر و شما هم عقیده هستم که صداقتی در میانه نخواهد بود یک تکتیکی برای با پیش بردن استراتژی و توسعه سیاسی، نظامی و اقتصادی پاکستان در روند صلح خواهد بود. شکر. آقای منیر حالا در کل فکر میکنید که مذاکرات صلح باید چگونه به با پیش بره تا به قانون اساسی افغانستان احترام گذاشته شود و در ضمن دستاوردهای 14 سال پسین افغانستان همچنان به توجه صورت بگیره. خصوصا ببینید وقت شما از مذاکره بس میکنین مذاکره امروز صورت میگیره قرن 21 است این مذاکره قرن 19 و 18 نیست اینجا هنر دیپلماسی به کار است هنری که شما نمیتونین منفعت دیگران را قدغن کنین و منفعت خود بگیرین این ضعف است که شما فرزن منفعت دیگران را داده برین و منفعت خود شما وجود نداشته باشه اصل مذاکره سر منفعت است شما بیشتر بسیار خوب یک سوال کردید شما مطمئن باشین من یک نسل جوان که هیچ وقت چین پاکستان با افغانستان تعویض نمیکنه برای 50 سال دیگه امریکا پاکستان با افغانستان تعویض نمیکنه ولی افغانستان جغرافیش در یک گرو قلمرو جنگی که جنگش جنگنده هایش یا فیزیکش از ما باشه تمویل کننده و منابع اقتصادیش از منطقه و فرامنطقه باشه این بازیگری خود به خاطر اینجا مسئله تسخیر قلمروها مطرح نیست اینجا مسئله تسخیر افکار مطرح است ما با یک مشکل کلام گرفتار هستیم ما از نظر تسخیر افکار سردوچار هستیم ما یک چیز را میپذیرم دمی حکومت دو سر یا حکومت ضعیف که یگانه رای بیرون رفت یک مکسس بر اشتراک اقتصادی منطقوی که نه بد انجام باشد و نه بی انجام باشد اما این با کدام ف... 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 با اصطلاح و با کدام آلت با کدام تحملی را ما به پیش ببریم این بحث قانون اساسی قانون اساسی با ای که اساسا ببینیم قانون اساسی افغانستان توسط خود کسایی که در حکومت هستن خود کسایی که زمامدار هستن رو لغت خورده میره مجروع شده میره اگر قانون اساسی افغانستان زبان میداش آل شکایت میکرد شاید جغرافی افغانستان برای شکایتش یا برای فرزند چیغ زدنش کافی نبودک حال ما تلاش کنیم که اساسا قانون اساسی را خود ما مراحت کنیم خود ما من حیث با اسلام مجریان قانون اساسی که برخلاف قانون اساسی آمدیم کرسی ها را گرفتیم یا به اساس فرمول با اسلام تفاومی آمدیم با یک حکومت نیمبند گرفتار شدیم که حال درگیر ماندیم در واقع در یک قفس انداخته شدیم آل ما که خود بکشیم با یک تعامل بکشیم تعاملی که نفع در نفع را معقولیش بشناسیم با قرن 21 ما باید زندگی کنیم با تعامل دیپلماسی هنر دیپلماسی باید زندگی کنیم هر گونه عقب گردی از قانون اساسی هر گونه معامله هر گونه در پشت پرده تفاهم کردن ای دیگه جنگ افغانستان نه خاتمه میتا نه پایداری حکومت را که نسل جوان افغانستان به او ضرورت دارد ای را تحمیل میکنن رای حل امی است که ما باید احساس کنیم که با کدام دیدگاه بریم به سوی هنر دیپلماسی مذاکره اصلا خب ما هنوز سول پروین تعریفش که تو پیشتر در اول گفتم ما, ما نداریم اجزایش نداریم ما تعریفش نداریم ما با امو استراتژی و امو برنامه و پلان اصلا ایار نشدیم ما فرزند شما ببینین امی بس که جناب شرق سیب کرد در دنده غوری شما غوری را سپردین ام با رادیکالیزم ام با توریزم ام با طالبانیزم توسط یک مصرف گذاف اونجا عملیات میکنین در اون مصرف گذاف هم میبینین که اونجا خود نیروی جنگی خارجی هستک و نه صدای تا نکشیده میتونه نه نجوا کرده میتونه نه قدرت اقتداری عزیز دارین که واقعیت ها رو بگوین امی اه... گزارش که امروز مسی امریکایی نشر کرد گفت که از هر یک اولسوالی در دست طالبان است سی فیصد جغرافی افغانستان در دست طالبان است باز در اونجا کارتر می وزیر دفاع امریکا میگه ما برای یک مدت دراز و مرحلائل بسیار دراز در افغانستان باشیم این خو یک دکتوری را نشان میده این خو یک پالیسی را نشان میده این یک استراتژی را نشان میده این که ما خوانده نتونستیم ما ناخوان بودیم ما اعتراف نمیکنیم ما بنا به القاب بسیار مصنوعی از کمپنی های شخصی گرفتیم و آمدیم خود در یک افغانستان باز هم تکرار کردیم در ها باز هم میگم افغانستان به متفکر جان ضرورت نداره افغانستان به متفکر افغان ضرورت داره به متفکر که افغانستان را بشناسه واقعیت های تناسبی افغانستان را بشناسه واقعیت های همسایه را بشناسه پاکستان یک شرکت قراردادی است و واقعا در مو قرارداد پیش میره در مو قرارداد زندگی میکنه در مو قرارداد اصلی جغرافیایی و جیوپولیتیک خود قوام میبخشه و با ما حساب پیش میره ما نمیتونیم که شکایت داشته باشیم که چرا پاکستانی کار میکنه این بحث دیورند در کس بجز از موسای شفیق و داوود خان دا یک از جرات نکرد در افغانستان و بس بگیره یک موسی شفیق جرات بسیار کلان انجام داد و یک داوودخان جرات کلان و با اون نظامگری که داوودخان خان داشت و در داخل قالب نظامی که فرو رفته بود نتونست بازور بیان رسا داشته باشه ما مجبور هستیم با تعاملات قرن 21 خود آراسته بسازیم و بریم با سوی تعاملات قرن 21 خیلی سپاسگزارم مهمانان گرامی آقای شیوا شرق آقای امور سیاسی آقای سخی منیر آقای امور سیاسی و آقای موسی فریور استاد دانشگاه تشکر از حضورتان از شما هم سپاسگزارم که این بحث را تا اخیر با حوصله مندی دنبال کردین تا برنامه دیگر خداوند نگهدار